سیستم کوپلره. کوپلر از سیستم هایی که هم آنتنی کار میکنه هم تصویری. جعب کنترل تنظیماتی داره که شما میتونید آنتنا رو روش وصل کنید و خودش به صورت خودکار شروع کنه به ارسال اطلاعات یا داده ها و جابجایی نیرو، انرژی و فرکانس. ببینید، در ادیت و ویدی آی و ترشولد 108 قوانین فرکانس غالبه و اینکه الکترومغناطیس ها از دامنه جریان ولتاژ شکل بگیرن یا از دامنه انرژی و تشعشع پدید بیان، این دو موضوع متفاوته. در فرکانسی ها شما عدد ویدی آی رو وقتی میدید، مثلا در کالر پرو کد طلا رو میدید، طلا رو میگیره. کد نقره رو میدید، نقره رو میگیره. کد مس رو میدید، مس رو میگیره. این در تصویریش. در آنتنیش هم به همین صورته. هر کدی از اون نوع فلز رو بنابر جدول ویدی آی اسکال میدید، سیستم به همون واکنش نشون میده. پس اصول کاری جریان ادیت یا ویدی آی در ادیت و ترشولد، جداسازی منظم بنابر اعداد عملکردی صحیح در مدار دیجیتالشونه. حالا اینکه شما فرکانستون داره شکل موج هست یا نیست، مطلوبیت کار نیست. مطلوبیت کار اینه که سیستم توانایی عملیاتی داره. خب فرکانسی هایی که با انرژی و تشعشعن و از ولتاژ برای سر آنتنشون، کوئل جستجوگرشون، کوئلشون یا لوپشون بهره برده نمیشه، اینها به طور طبیعی شما مثل فانکشن جنراتورها یا پالسی وی ال اف تی آر وی اف شکل موج ندارید که دست بزنید شکل موجش به هم بریزه. شما میتونید با آنتنی دست بگیرید یا میتونید با سیستم های متفاوت کارش انجام بدید. این تواناییه که سیستم ها در این زمینه دارن و میتونن جدا سازی کنن. خطوط ارتباطی قدرتشون خاص انحصاریه و اینو اونایی که در زمینه رادار دارن طراحی میکنن میدونن چیه. این ربطی به الکترونیک نداره. شما شاید برای ساختن نوعی یا انواع فرکانس ها بخواید از مدارات الکترونیکی بهره ببرید، ولی طراحی مدارش مربوط به راداره، مربوط به اصول فیزیک فضایی و فیزیک عملیاتی راداره و هیچ ارتباطی به امور الکترونیک که بعضیا میان در مورد موج ها بحث میکنن که موج های مغناطیسی در نظر میگیرن نداره.